میگه من نماز عربی میخونم نمیفهمم. خب نفهم. میگه نمازمو فارسی میخونم. چرا نماز تو فارسی میخونی؟ بگو فارسی حرف میزنم. نماز مگه مال توئه که فارسی میخونی؟ مگه نمازو من و تو درست کردیم؟ نماز یک حقیقتی است خدای متعال قرار داده، صلات اونو وسیله تقرب به سوی خدا و راهیابی به درگاهش قرار داده. اینو که نمیتونی عوضش بکنی که. فارسی با خدا هر چقدر دلت خواست حرف بزن. نماز فارسی ما نداریم. تو نماز شما بیان بگین من این کارو، این سجده رو، این رکوع و این ذکر رو اینجوری که خدا گفته نمیگم، به جاش اینو میگم، خیلی بهتره. بابا خدا که محرم نامحرم نداره که، چادر سر کردن نداره. بخون بخش اینجوری باشه که همه جنگلی زندگی کنیم دیگه، چون خدا که از درون شما هم که آگاهه که. خدای من نمازی که از زن خواسته اینه، از مرد خواسته اینه، غیر از اینم نمیخواد. کار دیگه میخوای بکنی بکن، اما اسمشو نماز نگذار. ما قرآن فارسی نداریم، ترجمه قرآن داریم، خوبه بخونه بفهمه. قرآن فارسی ما نداریم که میگه ختم فارسی میکنم. کسی نمیگه چرا میکنه، بکن، اما نگو قرآن ختم کردم. بگو ترجمه آقای ایکس رو ختم کردم. خدا قرآنشو فارسی نذاشته. انا جعلناه قرآنا عربی، یا ما اینو عربی قرار دادیم. تو با اعراب دعوا داری، مشکل داری، ربطی به این نداره. این عربی، اون عربی نیست، این مال اعراب نیست، مال خدای متعاله. ببینید شرک از همینجا شروع میشه میاد تو ایمان. خیلی منزه پاکه، تسلیم قلبی خیلی پاک و منزهه، آدم نباید توش آب بکنه. هر چی که خدا گفت، هر چی که خدا گفت. آمد پرسید که من اینجور شد، مثلا موقع وضو گرفتن اینجای دستم اینجوری بود، بعد اینجوری شد، حالا میخوام دوباره، الان همه جام نجسه، لباسام نجسه. گفتم که حکم شرعی اینه که برو این قسمت دستتو آب بکش، دوباره وضو بگیر، ولی دستتو، بدنت طبق حکم شرعی پاک. دمی کم من کرد، گفتم ببین همینجا سعی کن اونی که خدا گفته رو انجام بدی خلاف میلت، چون میل آدم گاهی به سوی معصیت و هوای نفسه، گاهی به سوی دین سازی و یه کار جدیده. گفتم به خودت فشار بیار، به خدا بگو چشم، میگی نجس نیست، منم میگم نجس نیست. دقت کردین؟ اسلام خیلی روشنه دیگه، تسلیمه. تسلیم بودن تو جاهای مختلف آدم آزمایشو پس میده، امتحانشو پس میده که واقعا تسلیم هست.